زیاد به ضرب المثل کبوتر با کبوتر، باز با باز اعتقادی ندارم. در تمام سالهای تحصیلم با افراد خوب و درستکار معاشرت کردم، اما فکر نمی کنم که خودم مثل اونها باشم. اغلب اوقات فکر کردم اگر انسان مستعد و جذابی بودم میتونستم عده زیادی رو به سمت مسیح بکشونم. وقتی کتاب داوران رو میخونیم انگار کتاب مصور ابرقهرمان ها رو میخونیم. در این کتاب با افرادی مثل شمشون که مردی تنومند و دبوره که یک زن نبی بود برخورد میکنیم. در این کتاب قهرمانی به اسم اوتنائیل هست که اطلاعات ذکر شده در مورد او تقریبا در حد صفره. داستان او در قالبی کوتاه و بی‌حاشیه نوشته شده و دور از هر گونه مشکل و قدرت نمایی هستش. پال باکسندل معلم کتاب مقدس اینطور می‌نویسه: در داستان او چیزی به جز موارد اساسی وجود نداره و به سختی میتوان اطلاعاتی در مورد شخص اوتنائیل پیدا کرد. اونچه که دارید چیزی است که خدا انجام داده و میدهد. داستان اوتنائیل به ما کمک میکنه تا ببینیم وقتی خداوند عمل میکنه چه چیزی براش اهمیت بیشتری داره. ما مردم گاهی اینو نمیبینیم و روی شخصیت ها تمرکز میکنیم و در نتیجه از دیدن آنچه که خداوند انجام میده عاجز میمونیم. ما باید اینو بدونیم که چیزی به اسم مسیحی قدرتمند وجود نداره. خداوند قدرت خود را بر کسانی که فروتن هستند و در او زندگی می کنند نمایان می سازند. در دوم تواریخ باب 16 آیه 9 می خونیم: زیرا که چشمان خداوند در تمام جهان تردد می کند تا قوت خیش را بر آنانی که دل ایشان با او کامل است نمایان سازد. وقتی دیگران به زندگی ما نگاه می کنند بهتر است به جای دیدن ما کار خداوند رو ببینند و اون رو تمجید کنند. بهتره دعای ما این باشه: می طلبم که کلام خداوند هر لحظه در دل من ساکن باشد تا ببینند که از طریق قدرت توست که من پیروزم. دیدگاه خداوند نسبت به ضعف چه تفاوتی با دیدگاه دنیا داره؟ زندگیتون چگونه می تونه بازتابی از کارهای خداوند باشه؟